به نام خالقی که هر لحظه حضورش مشهود است. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشم و بحثی رو پیش ببرم در خدمتتون در رابطه با دفینه های واقعی و دفینه های رویایی. معمولا بین کاوشگران سنتی و عوام مرسوم هست که در فلان منطقه باستانی شما بایستی با تریلی بری و بار اون رو خالی بکنید. معمولا برخی از دوستان تپه هایی رو میبینن که بین افراد مرسوم هست که دهن به دهن میچرخه و معمولا در طی این 60-70 سال بیشتر شده، حالا قبل از اون که ما نبودیم، اما در این 60-70 سال افراد سنتی به واسطه عدم آگاهی و عدم دانش یک سری مطالب غیر واقعی رو عنوان میکنن، مبنی بر این که بایستی میگن در فلان منطقه چند بار شتر هست و بایستی با وانت و نیسان و کمپرسی و خاور و ایسوزو و تریلی بایستی بری بار رو خالی بکنیم. آیا چنین مواردی رو ما اصلا داریم؟ آیا اینها واقعیه؟ با احترامی که برای تک تک دوستان قائل هستم، متاسفانه خیر. دنیای باستان دنیای فقرا، مستمندان و بیچیزان بوده و مردم حتی برای پر کردن شکم خودشون و خانوادهشون شرایط واقعا اسفناکی رو داشتن، خصوصا در دوره اشکانیان که چیزی حدود 5 قرن، حالا کمتر، طول کشید این دوره اشکانیان و با توجه به جنگ های بسیار گسترده و فراوانی که اشکانیان با سایر ملل و ممالک داشتن، مردم دوستان گرامی بسیار فقیر بودند، بسیار فقیر بودند. در مناطق اشکانی معمولا شما طلایی رو نمیبینید. اگر مسکوکات فلزی باشه از نوع نقره است، در حد 3 تا و 5 تا، در حد 7 تا دیگه خیلی 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 اون منطقه منطقه بسیار نامی و قدرتمندی باشه میتونه 33 تا سکه نقره رو بده. خدمتون عرض بشه که پس فاصله بین واقعیت تا رویاهای ما بسیاره. حتی در دوره هخامنشی که دوره شکوفایی اقتصاد، سیاست، تجارت و طبابت و زندگی بوده، باز هم دوستان عزیز دفینه ها، هدایا و پیشکش ها به ایزدان باستان دوستان گرامی بسیار محدود بوده، بسیار بسیار ناچیز بوده. طوری نبوده که همه مردم غرق در زیورالات و طلا باشن. مردم همونجا هم زندگیشون به سختی میگذشت، اما سختی زندگیشون در حد اشکانیان نبود و فقط بین اون مردم، حتی در زمان هخامنشی، فقط دوستان عزیز درباریان بودند، شاهزادگان بودند و افرادی که وصل به دربار بودند، مثل مغها، مثل روحانیون، مثل نظامیون، اینها نظامیان، اینها یک مقدار حالا اندوخته طلا داشتن، اما سایر مردم دوستان عزیز شرایطشون به گونه ای نبوده که غرق در زیورالات و طلا باشن. داشتن اما خیلی کم. پس تفاوت بین دفینه واقعی و رویاهای ما تفاوت بین زمین و آسمانه. اون چیزی که شما میشنوید دوستان عزیز، یک نفر یک کلاغ دیده، یک کلاغ رو 40 تا کرده، نفر بعدی 400 تا، نفر بعدی
و بعدی و بعدی به صورت تصاعدی اینها رفته بالا و الان به من و شما رسیده و شما فکر میکنید که اگر در یک مکان باستانی رفتید حتما یک خروار اونجا طلا هست. باور کنید چنین چیزی صحت نداره. اگر هم داشته باشه عرض کردم در حد 3 تا 5 تا 7 تا که همون 7 تا سکه دریک هخامنشی هم میتونه بسیار بسیار ارزشمند بوده. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با دفینه های واقعی صحبت میکردیم و دفینه های رویایی. دوستان عزیز، ما دفینه داریم به معنای واقعی. ببینید وقتی صحبت از دفینه میکنیم، دفینه با تدفین کاملا متفاوته، اما کاوشگران سنتی بین همه اینها هیچ تفاوتی قائل نمیشن و همه رو در خانواده دفینه میارن، در حالی که اصلا به این شکل نیست. چرا؟ ببینید دفینه یعنی یک چیزی که با دفن میشده در درون زمین، حالا برای پسنداز در شرایط فورس ماژور یا به قولی پسنداز اون خانواده، در یک مکانی درون زمین، دل زمین، درون صخره، درون غار، درون تپه، درون دره، کنار چشمه، کنار راه شاهی یا کنار آتشکده ها، مکانهای مقدس و و و میتونه این دفینه ها وجود داشته باشه با شرایط خاص و فرمول های خاص خودش در دوره خود. پس قرار بوده این دفینه یک روزی از دل زمین بیاد بیرون و ممکنه این دفینه اومده باشه بیرون و تخلیه شده باشه. ما دوستان گرامی بارگزاری رو داریم. بارگزاری مخصوص حکومت بوده، یعنی معمار باستان با دستور وزیر و انتخاب یک کارگروه با افراد بسیار متخصص و متعهد به اون دوره باستانی می اومدن فکراشون رو می ریختن رو هم، هر کدومشون یک تخصصی داشتن، می اومدن یک زنجیره‌ای رو در عوارضات طبیعی از بلندگاه تا پستگاه در یک فاصله، در یک شعاع 12 کیلومتری یا 2 فرسخی یه مکانی رو انتخاب میکردن، برای تک تک اون عوارضات طبیعی اسم میگذاشتن، روی کوه اسم میگذاشتن، روی تپه اسم میگذاشتن، روی رود اسم میگذاشتن، روی چشمه نام میگذاشتن، روی قلعه باستانی نام میگذاشتن، روی دشت نام میگذاشتن، روی دو تا پدیده تنگه و تخته یا تخت، روی اونها نام میگذاشتن. همه این عوارضات، 7 عارضه طبیعی و 2 پدیده طبیعی که میشه نقطا، همه اینها رو میومدن نامگذاری میکردن با شرایط خاص خودشون، با قوانین خاص خودشون اون زنجیره ها رو در یک محیط قرار میدادن و می اومدن طبیعی جلوه می دادن مکان رو. شما ممکنه از روی یک مکانی که دفینه وجود داره یا بارگذاری شده 1000 بار رد شده باشید، اما نمی دونید که همون مکانی که شما رد شدید زیر همون مکان در یک عمر مشخص، در یک عمق مشخص بارگذاری انجام شده. چرا؟ چون کاملا طبیعی هست. یک سری استارترهایی رو میگذاشتن که همه ما متاسفانه چون غرق در مسخ کردن جوغن هستیم و غرق در نماد رخ و نمادهای دیگه هستیم، به نوعی اصل رو رها کردیم و به فرعیات پناه بردیم. فرعیات میشه 5%، اصل میشه 95%. ما 95% رو کنار گذاشتیم، بوسیدیم گذاشتیم کنار و دنبال این 5% هستیم. یعنی یک سوزن، دوستان گرامی، در یک سوله بسیار بزرگ
کاهدان نه، در یک سوله بسیار بزرگی که کاه هست یک سوزن انداختن. ما به دنبال اون سوزنه در اون سوله میگردیم که مطمئنن پیدا نمی کنیم. اما یک سری از دفینه ها هم بوده که عوام میگن دفینه اما تدفین هست. وقتی در باستان یک شخصی که فوت میکرد، الان هم مصداق داره، فوت میکرد کراهت داشت، بد بود که بخوای بری قبر اون رو باز بکنی. الان برای اینکه یک قبر رو نبش قبر بکنن بایستی از 70 خان رستم بگذری تا اون قبر نبش بشه، با توجه به اعتقادات، اصول و سنت‌ها و باورهایی که ما داریم. دوستان عزیز، این کار کار بسیار زشت و ناپسندی هست. در باستان هم به همین شکل بوده. اما کاوشگران باستانی ما میان چیکار میکنن؟ همون تدفین ها رو هم جزو دفائن به حساب، جزو دفینه ها به حساب میارن. پس امیدوارم متوجه شده باشید که در تدفین قرار نبوده که اون مکان باز شه. در تدفین دوستان گرامی ما لایه خاک رو نداریم. در هدایا برای پیشکش به ایزدان باستان ما لایه های خاک رو نداریم. در سازه های باستانی ما لایه های خاک رو داریم برای مستحکم شدن سازه. در بارگذاری های بزرگ حکومتی ما بر روی تپه ها، برای اینکه تپه ها در اثر عوامل طبیعی رانش نداشته باشه، لایه های خاک رو داریم. ما اگر یک تپه ای رو داریم ارتفاعش از سطح زمین 7 متره، دوستان عزیز دقیقاً 7 متر زیر زمین اون تپه فونداسیون داره. 7 متر زیر زمین فونداسیون داره، 7 متر هم بالا میشه 14 متر. برای چی؟ برای اینکه اون تپه بایستی 12,000 سال، 4 دوره 3,000 ساله، اون تپه بایستی از عوامل محیطی مثل فرسایش، سیل، زلزله، رعد و برق و و و مصون بمونه. امیدوارم که دوستان عزیز اگر در یک محیط باستانی هستید و به نوعی مشغول به هر نوع کاری هستید، به امید این نباشید که شما 100 کیلو طلا، 1 تن طلا، 2 تن طلا، 50 کیلو طلا، حتی 1 کیلو طلا رو در بیارید. به 1 کیلو هم نمیرسه. نهایتش خیلی خیلی شانس داشته باشید در یک محیط نامی با وند شاه و سلطان و شاهزاده اگر باشید، ممکنه 100 گرم به شما طلا بده، ممکنه 200 گرم به شما طلا بده. پس دوستان عزیز، بین دفینه واقعی و دفینه رویایی تفاوت از زمین تا آسمانه. پس بیایم به دنبال سراب نباشیم. واقعیت ها رو بایستی گفت و واقعیت ها رو بایستی پذیرفت. اگر واقعیت ها گفته نشه، اگر در باغ سبز کسی اومد به شما نشون داد، مطمئن باشید که اون شخص به دنبال یه چیزی هست که ازت گیر بیاره و بکنه ازت. ما در باستان طلای تجمیع شده به وزن 5 کیلو هم نداریم. بسیار بسیار ناچیزن، بسیار ناچیز، بسیار ناچیز. پس دوستان عزیز، اگر فکر میکنید که شما در یک مکان باستانی 100 کیلو، 200 کیلو، 1 خروار، 1 تن طلا رو دارید و بایستی با وانت و سچرخ و تریلی و نمیدونم ایسوزو بخواید برین اون رو تخلیه بکنید، به هیچ عنوان دنبال چنین کاری نرید. چرا؟ چون همش سرابه، فقط رویاست، فقط سرابه.
امیدوارم که این مطلب به کارتون بیاد و متوجه شده باشید که دنیای باستان دنیای فقرا بوده، دنیای باستان دنیای مستمندان و بیچیزان بوده. مثل همیشه دوستان عزیز حمایتمون بکنید، کانالمون رو به سایر دوستانتون معرفی بفرمایید، لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. دوستان دعاتیشه کانال هر کدوم حداقل 10 تا کامنت لاتین، فقط در حد یک کلمه لاتین انگلیسی A, B یا C رو بفرستید کفایته. امضای خدا پای تمامی آرزوها و رویاهاتون، مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید.